سلام های گرم عزیزانم، به برنامه کودکان مقدمه این هفته بسیار خوش آمدید. به ویژه شما فعالین دفاع از حق کودکان که در این دوره پر آشوب و پر از فجایع بیشمار وظیفه بسیار سنگینی به عهده دارید. در وضعیت کاملا استثنایی فعالیت دفاع از حق کودکان توسط شما پیش میره. زنده باد همه شما، دستتون رو به گرمی میفشاریم و خسته نباشید. در برنامه امروز که به اتفاق همکارم حسین خدایی فر در اتاق فرمان تهیه کردیم، در رابطه با حقوق کودکان، وضعیت کودکان و همینطور راه‌های پیشگیری و مقابله با کرونا صحبت خواهیم کرد. با بهنام ابراهیم زاده همراه خواهیم شد که از ستاد مردمی مقابله با کرونا با ما صحبت خواهد کرد. اما اجازه بدید راه‌های تماس با نهاد کودکان مقدمند رو سریع مرور کنیم و برگردیم به موضوع گفتگوی این هفته. بسیار خوب عزیزانم، با همین شماره تلفنی که در پایین صفحه من به اون اشاره کردم، با همین شماره تلفن با ما در تماس باشید. با همین شماره تلفن واتساپ، وایبر، لاین، تلگرام، ایمو، ما رو در فیسبوک و در تلگرام دنبال کنید. شناسه ما در تلگرام @kudakanm شناسه ما در تلگرام هست. ایمیل آدرس هم که در خدمتتون هست و می‌بینید، همین حالا با همین شماره تلفن ما در دسترس شما هستیم. وجود هزاران کودک کار و خیابان و فاجعه‌ای به نام ویروس کرونا و چه باید کرد؟ حکومت و نهادهای حکومتی چه رفتاری با کودکان دارند؟ بهزیستی چه میکنه؟ در حاشیه شهرها، در دپوهای زباله، در اونجا که پسماند و بازیافت صورت میگیره، وضعیت کودکان و نوجوانان آواره در خیابان و کارگاه ها به چه ترتیبه؟ در حاشیه شهرها چه میگذره؟ هزاران هزار پناهجوی افغانستانی در ایران که کودکانشون اساساً نیروی کار شهرداری ها هستند چه می کنند؟ چگونه خودشون رو در مقابل هجوم ویروس کرونا محافظت می کنند؟ این مبنای گفتگوی ماست با فعال سرشناس دفاع از حق کودکان بهنام ابراهیم زاده. ایشون رو از طریق لینک ویدیو اسکایپ همراه داریم. بهنام عزیز، به برنامه کودکان مقدمه بسیار خوش آمدی، ممنونم دعوت ما رو پذیرفتی. من هم سلام عرض می‌کنم سیامک عزیز، با تبریک سال نو و با امید لغو کار کودکان و دنیایی بهتر. همینطور برای شما بهنام عزیز، اجازه بدید ما از همین موضوع مقدمه‌ای که گفتم و شما هم شنیدید صحبت کنیم. کرونا در سراسر جهان هجوم میاره و فاجعه میآفرینه. در ایران اول انکار شد، بعد به مرور پذیرفته شد، کارهای غیر حرفه‌ای در موردش انجام شد و طبیعیه که در اون مدت هزاران هزار کودک آواره خیابانها بودند و هنوز هم هستند. NGO ها دست به کار شدند و جای دولت قراره با یک فاجعه عظیم و غیر قابل تصور مقابله کنند. چرا NGO ها دارن کار دولت رو انجام میدن؟ سیامک عزیز، ببینید ما مقدمه
اینکه ما باید اگه بخوایم کودکان در خانه بمانند یا همین قشر آسیب پذیر جامعه در خانه، خب ضروریاتی داره، ضروریاتش اینکه که باید از هر نظر معیشتی تأمین بشه، ولی متاسفانه در ایران این وضعیت حاکم نیست و کودکان کار، آسیب دیدگان، حاشیه نشینان، فراموش شدگانی هستند که در حکومت جمهوری اسلامی هم همیشه نادیده گرفته می شوند. خب طبعا همه در جریان که جمهوری اسلامی اول با پنهانکاری و حاشا کرده این که همچین ویروس اسلام وارد کشور شده انجام داده و روبرو بودیم و قبل از 22 بهمن و خود انتخابات این ویروس وارد شده بود، و ولی به خاطر وضعیتی که بود انتخابات پیش رو، خب اینا رو مطرح نکردن. خب من همچنان که گفتم اگه ما بخوایم کودک کاری در دنبال سطل آشغال نگرده، تو خیابان نشده، مقدماتش اینه که باید ضروریتی که نیاز برای یک خانواده تهیه بشه، ولی خب حکومت، سازمان های بهزیستی و دولتی از این کار سر باز میکنه و خود را متولی کودک کار و قشر آسیب پذیر جامعه نمیدونن، ولی به همین منظور سازمان های ممدود و نهاد مثل جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان که من به عنوان عضو فعالش بودم و شبکه یاری کودکان و دیگر و حتی مردم عادی به کمک کودکان کار شتافتن و دیدیم در خیلی از شهرها، خیلی از روستاها و خیلی از چهارراها رفتن به کودکان وسایل ضد عفونی کننده داشتن، ضروریتی که لازمه، حتی خوراک و وسایل خوراکی هم خیلی از این جوها به درب منازل این کودکان کار بردند و تامین کردن، ولی این کافی نیست، این یک همت همگانی میخواد، دولت باید پیش قدم باشه و باید فعالین کودککار این جوها این فشار مضاف به صاحب حکومت بیارن که پیش قدم این کار باشه. خب با توجه به همین نکته‌ای که گفتید، چقدر ظرفیت موجوده که در سراسر کشور که کودکان کار و خیابان پراکنده هستند، در سراسر کشور این نهادهای که با دست خالی دارن فعالیت میکنن چگونه ممکن است پس این ماجرا بر بیان؟ ببینید سخن از 1000 کودک و 2000 کودک نیست، اما که سخن از میلیون ها کودک کار و بازمانده از تحصیل و آسیب دیده و حاشیه نشین هست که همه اینها خوب مرزوماتی داره، کمک و همیاری همه جانبه می طلبه. تنها با چند تا اینجو به نظرم و سازمان مردم نهاد این مشکل و این معضل، و من اسمش میذارم واقعا بحران تراژدی اجتماعی، حل نمیشه. خب جمعیت دفاع از کودکان کار خیابان ما حتما فیلماش و کلیپاش از گزارشات هم هست سایت و کانال هست و من شخصا برای ایش خود شما هم فرستادم که در 4 مرحله این کار رو انجام داده، در بازار شهید محلاتی در جنوب شرق تهران کمپ های رفته و در کنار آموزش های لازم وسایل ضد عفونی کننده و به شورای همین شورای شهید محلاتی داده و 200 کودک در همچین وضعیتی کار میکنن و آموزشی لازمه دادن، ولی خب اینو در 4 مرحله گفتم انجام دادن. دیگر سازمان های دیگه، نهادهای مثل شبکه یاری کودکان و حتی افراد عادی هم در سطح کشور مشغول این کار هستند و دارن کودکان رو حمایت میکنن، اما من همچنان چی اشاره کردم این کافی نیست و یک همت بلند پایه و همگانی میطلبه و به تنهایی اینجوها جوابگوی این موزن نیستن. نهادی به نام نهاد بهزیستی جز کاغذبازی، جز بروکراسی کاغذبازی هیچ عملی عملا انجام نمیده و هیچ کار واقعا اساسی برای کودکان انجام نمیده. بسیار خوب، اجازه بدیم من خواستم راجع به خود این بهزیستی از اون بپرسم. بهزیستی اعلام میکنه که گرمخانه های ایجاد کرده، اعلام میکنه که چندین مقر درست کرده که کودکان کار و خیابان میتونن به اونجا مراجعه کنن، مورد حمایت قرار بگیرن، و این یک ادعا از خود شما هم اشاره کردید. ولی الان در حال حاضر آموزش پرورش، شهرداری، بهزیستی، نیروی انتظامی و هر نهادی که نوعاً با کودکان سر و کار داره، همه اینها به نوعی شونه بالا میندازن. بهزیستی مسئول مستقیم رسیدگی به کودکان کار و خیابان هست. من میخوام نقش بهزیستی رو با توجه به تجربه طولانی که خود شما دارید، جدا از کارمندان یا کسانی که در بهزیستی کار میکنن، من با اون
با اون افراد اشارم نیست، با سیاستی که بر بهزیستی حاکم هست. میخوام بپرسم چه میکنه بهزیستی؟ ببینید سیامک جون، الان اگه بری با یک کودک کار صحبت کنی، بهش پیشنهاد بدی که آیا شما حاضری کودکی که در خیابان هیچ سرپناهی نداره، بهش پیشنهاد کنی که آیا من میخوام شما را به بهزیستی ببرم، تعبیر بهزیستی بدم، به نظرت چه واکنشی؟ واکنشش خیلی تند و خیلی نگران کننده است. هرگز حاضر نیست که به بهزیستی یا دیگر سازمان نهادهای دولتی ارجاع داده بشه و انتقال بشه. چرا؟ چون بهزیستی واقعا هیچ کاری عملا برای کودکان کار نمیکنه. بهزیستی در زمانی وارد کار میشه که اگه جای کودکی مورد رسانه‌ای براش پیش بیاد، همچنان که ما دیدیم برای چندین شهردار و چندین شخصیت دولتی و حالا افراد عادی موردی ضرب و شتم و آزار کودکان پیش اومد، این کودکان را آوردن جلوی تلویزیون و تنها یه شو تلویزیونی ازش گرفتن و این کارو کردن. میخوام بگم که واقعا سازمان بهزیستی هیچ کاری نکرده و نمیکنه جز بوروکراسی کاغذی و اینکه ادعای پوچ و خالی داشت بزن، همچی کاری نمی کنه. الان میلیون ها کودک بی سرپرست داریم، چندین کودک بی شناسنامه داریم در جنوب، در خود کرمانشاه که من در یکی از مصاحبه هایی که شما با یکی از دوستانمون داشتیم آقای عبداللهی متوجه شدم. خب البته من مدت زیادیم تو کرمانشاه بودم. خب کودکان بی شناسنامه، کودکانی اصلا هیچ هویتی ندارن. خب این وظیفه بهزیستی و دیگر سازمانهای دولتی و چرا قدمی بر نداشت؟ همه اینا ثابت میکنه که سازمانهای دولتی واقعا هیچ کاری برای کودکان کار، برای آسیب‌های اجتماعی و حاشیه‌نشینان که امروز در بدترین وضعیت ممکن هستن انجام نمیدن. خب حالا نکته اینه، بهزیستی مداوما یک طرحی داره چند ساله به نام جمع‌آوری کودکان کار و خیابان. این جمع‌آوری همه کودکان رو، خود شما هم به درستی اشاره کردید، به وحشت می‌اندازه. جمع‌آوری، رد مرز کردن، دستگیر کردن، به چند مقری که درست کردن، صدرا و جاهای دیگه بردن و بعد هم راهی مرز کردن و اینکه کودکان کار اساساً و کودکان خیابان اساساً ایرانی نیستند و جزء اتباع خارجی هستند. پاسخ این چیه؟ 3 ساله، بیشتر از 3 ساله که جمع‌آوری کودکان هست و ده ها نهاد هزاران بار اومدن و گفتن این کار فوق‌العاده خطرناکیه، این به کار کودک خاتمه نمیده، این علیه کودکان کار و خیابانه نه علیه کار کودکان. میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم. من پاسخ اینو سیامک عزیز، در فقر و فلاکتی که بر جامعه تحمیل شده میبینم، این باید فقر و فلاکت بر از جامعه رخت ببنده که ما میتونیم کودک کاری نداشته باشیم، کسی یا کودکی نداشته امروز در زباله گردی کنه. فیلم ها کلیپ های زیادی الان داریم میبینی که در همین شرایط کرونایی ویروس کشنده داریم کودک کار رو میمداره زباله گردی میکنه. در این زمینه اشاره کردی به رد مرز. بله، همین چند روز پیش که متوجه بودید که نهادها و خود جمعیت ما و شبکه یاری کودکان و حتی جمعی 700 نفر از افراد دیگه به خود روحانی نامه نوشتن و هشدار دادن در مورد رد مرز کردن کودکان مهاجر، خصوصا کودکان مهاجر ولی افغانستانی هم. و این موزلیه که واقعا دامرگیر کودکان شده و نگران کننده است. در همچین شرایطی میخوان به این کودکان فشار بیارن و رد مرزشون کنن. خوشبختانه با اعتراض وسیع سازمان ها، نهادهای مردم نهاد و خود فعالین کودک صورت گرفت که این مایه خوش شد. دقیقا میخوام اینو بگم که فقط تنها باید فشار به حاکمیت آورد، ولی برچیدن فقر و فلاکت در جامعه میتونه ملزم این باشه که ما دیگه هیچ کودک کاری نداشته باشیم. قطعا خانواده ای که تأمین از نظر معیشت، از هر نظر رفاهی، آموزش و حاضر نیست کودکش رو با این خطراتی که الان امروز در جامعه حاکمه، ویروس کشنده کرونا هست، بفرسته خیابون زباله گردی کنه یا سر چهارراه به نوی گل فروشی کنه. خب اشاره کردی به کاری که در خیابان صورت میگیره. الان با توجه به هجوم ویروس کرونا، کودکان کار و خیابان به نوعی آواره تر میشن، یعنی ممر اون زندگی روزانه در خیابان هم بساطش جمع میشه. شما تصویری دارید الان وضع به چه ترتیب هست؟ ببینید کودکان همچنان در خیابان هستند سیامک عزیز، با وجود اینکه پویش های خیلی مختلفی راه داره که در خانه میمانیم، ولی من میگم شما بله در خانه میمانیم با کدوم حمایت؟ وقتی از نظر فقر و فلاکتی داریم هممون کودکان کار، خانواده آسیب دیدن در
بدترین فشار و وضعیتی هستن نمیتونن تو کنن. این از فشارشه، از فشار اقتصادی که بهش وارد شده. ده ها پویش هم را بیندازیم، به نظر ما موافق به این کار نه تا چهره شنیع فقر و عجامه نزودایی در حال هستند و نگران کننده است. جمعیت کودکان و خیلی از نهادهای دیگه دارن کار خودشونو میکنن، مرتب در خیابان‌ها، در کارگاه‌های چه کودکان دارن کار میکنن، دارن کمک رسانی میکنن، مواد ضد عفونی کننده میرسن. تنها کاری که میشه کرد الان شرایط وخیم‌تر نشه، به نظرم همون کاری که سازمان‌ها و نهادهای مردم نهاد و کمیته‌های محله دارن میکنن، به کودکان مواد ضد عفونی کننده میرسونن، کمکشون میکنن از نظر غذایی و دیگر نیازهای ضروری دارن به کودکان کار رو تأمین میکنن. خب حالا بذارید از همین نکته آخری که گفتید یه مسئله دیگری رو مطرح کنیم. مردمی که میخوان به نهادهایی مثل جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، انجمن یاری کودکان و هر نهادی که الان در دفاع از حق کودکان در خیابونه و عملا داره به کودکان کار و خیابان کمک میکنه، چگونه این کمک رسانی ها باید صورت بگیره؟ راه های تماسی هست؟ میتونین راهنمایی کنید که با توجه به اینکه خود شما هم عضو ستاد مقابله با کرونا در ایران هستید؟ اول اینو بگم که در به خاطر همین وضعیت نگران کننده کودکان همین چند روز پیش بیانی های تشکلهای کارگری و دیگر نهادهای کودکان از جمله انجمن سنفی کارگران پلیسکار مکانیک تشکلی برای کودکان که در پیرانشهر مستقر و کار میکنه و گروهی از فعالان کارگری و گروهی از فعالین لغو کار کودک در این زمینه بیانیه دادن، هشدار دادن و نگرانی خودشونو به مسئولین و افکار عمومی رسوندن. ولی راه های ارتباطی این که چگونه میتوان اینجا و سازمان مردم از جمله حالا هم جمعیتی که در داخل ایران دارن کار میکنن، خب جمعیت باز کودکان کار و خیابان سایت داره، کانال تلگرامی داره، تلفن های تماس داره، قطعا میتونن به راحتی تماس بگیرن و راه های ارتباط رو برقرار کنن و کمک های مالی واقعا الان زیاد نیازه و ضروریه. من شخصه به خودم هر کسی که هر فرد دلسوزی که بخواد کمک کنه و هر حرکتی برای لغو کار کودکان، برای ساماندهی کودکان، امروز که کرونا در جامعه حاکمه، من در خدمتم و راه تماس با این جوهای داخل کشور را حتما بهشون میرسونم. در حال بازم میگم که جمعیت کانال تلگرامی، سایت و شماره تلفن های مشخصی داره و مرتبم داره کار میکنه و الان به نظرم دارن آماده میشن برای پنجمین بار اینکه کمک به کودکان کار و سمزدایی و مواد ضد عفونی کننده و به این کودکان برسونن. خب یک موضوع دیگه بجز این کمک رسانی که خود شما گفتید، وضعیت خانواده های این کودکان هست. همه این کودکان بعد از کار روزانه در خیابان و کارگاه و هر جا که هست به خونه هایی برمیگردن که امن نیست، به خونه هایی برمیگردن که هر امکان ابتلا به این ویروس در اون خیلی بیشتر هست، در حاشیه ناامن شهرهای بزرگ به ویژه تهران، کرج و کلن این منطقه. شما تصویری دارید با توجه به اینکه سالهای سال با این مسئله در سر در گریبان همین کار بودید، چه بازگشت از خیابان به کجاست؟ ببینید دقیقاً بازگشت از خیابان به خانه صورت میگیره که بازم از یک محیط آلوده میاد به خونه و اگه در خیابان یک کودک بر فرض که آلوده باشه، خب وقتی برمیگرده خونه تمام اعضای خانواده رو امکان داره آلوده کنه. ولی آنچه که از دست ما فعالین کودک بر اومده، ما این کار رو در دو جا انجام دادیم، یعنی هم در بیرون از خانه ما انجام دادیم و هم کودکانی که تونستیم خانواده هاشون رو شناسایی کردیم و تمام موارد لازم، مواد لازم مثل دستکش، الکل، وایتکس و موادی که برای یک ضد عفونی کننده لازمه در اختیارشون گذاشتیم. قطعا باید با توجه به حجم مرگبار ویروس کشنده کرونا، خب نیاز واقعا این موارد ضد عفونی کننده و این کارهایی که سازمان بهداشت جهانی کار هم بهش اشاره کرده برای اینکه یک فرد چگونه میتونه خودش رو در امان نگه داره، این کار در داخل و خارج از خانه باید صورت بگیره. خب تا 15 فروردین آموزش پرورش اعلام کرده که تعطیلات ادامه داره و بعد از 15 فروردین زمزمه هایی هست که مدارس باز میشه. آیا
این در خانه بمانید و بازگشایی مدارس یک تناقضی نیست در هم؟ آیا واقعا میشه مدارس رو باز کرد؟ یعنی مجددا ایاب زهاب عادی رفتن به مدارس، معلمین باید سر کلاس حاضر بشن، چنین امکانی اصلا وجود داره به نظر شما؟ اگه از من بپرسید، من میگم به هیچ عنوان نباید به مدارس برگشت و واقعا باید همچنان در خونه بود. این ویروس ابعادش خیلی وسیع و گسترده است. الان حتما میدونید که کمیته محلاتی در خیلی شهرها خودشون دست به کار شدن. دولت و حاکمیت واقعا هیچ کاری برای جامعه نمیکنه. و اونطوری که من خبر دارم، خیلی از خانواده‌ها واقعا با این وجود اینکه دولت اعلام کرده که بعد از حالا یه مدتی دیگه مدارس باز میشه، خانواده حاضر نیستن که این کارو بکنن و بچه‌هاشون رو به کام مرگ بفرستن. پویش‌های گفتم خیلی خوبی راه افتاده، حتما از بینه مادران که احتراز شدید کردن که ما نمیذاریم کودکانمون به مدارس برن و بیانیه منتشر کردن خبر دارید. و بازم سازمان‌ها و نهادهای دیگه از این پویش حمایت کردن. گفتم که بیانیه‌های مختلفی در این مورد اومده بیرون، حتی بیش از 700 نفر به خود روحانی نامه دادن که و چراکاری برای وضعیت موجود جلوی پای مردم بذاره. خب به عنوان آخرین پرسش بهنام عزیز، وضعیت کاملا استثنائیه و فعالین دفاع از حق کودک تا به حال با چنین فاجعه‌ای حقیقتش روبرو نبودن، اما یک موضوع دائمی و جدل دائمی فعالین دفاع از حق کودک امنیتی کردن فضای دفاع از حق کودکانه که خود شما از مصائب اون هیچ وقت در امان نبودید. میخوام چند دقیقه بیشترم به فرصت نداریم، میخوام راجع به این مسئله گفتگو کنید. چه کار باید کرد با امنیتی کردن فضای دفاع از حق کودک؟ درست فرمودید. ببینید سیامک، که دقیقا من به خاطر همین فعالیت‌های کودکان مثلا در بخشی از سرپل زهاب اتهام بهم خورد و الان 6 سال حبس گرفتم و پرونده برام درست کردن و با سند بیرونم. ولی خوشبختانه فضای جامعه کشور و حاکمیت طوریه که به سمت اینقدر ضعیف و مثلا من میگم کنترل کشور رو از دست داده. و همچنان که میدونی الان کمیته های محلات در اولین اقدام دست به کار شدن تو خیلی از شهرها و روستاها، دارن خود عملا مردم کنترل کشور رو بر عهده گرفتن. من اینو میخوام بگم که حاکمیت در وضعیتی نیست که در این شرایط ویروس کرونا بیاد واقعا به فعالین، به همین نهادهای اینجاهای سازمانهای مردم نهاد گیر بده. مگه ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم کودکان رو ساماندهی کنیم، آموزش بدیم، در امان بذاریم که بیشتر آسیب نبینن به خاطر ویروس و کرونا. من بازم از همه فعالین کودک، از کسانی که قلبن واقعا میخوان کاری کنن برای کودکان کار و خیابان، برای هم آسیب های اجتماعی عرصه و میدان و خالی نکنن، در صحنه باشن و همون کارهایی که تا الان خوب پیش رفته، کمیته ها و تشکل های خودشونو شکل بدن و کنار این کودکان و آسیب ترین قشر جامعه باشن. بسیار خوب، ممنونم بهنام عزیز، گفتگوی خیلی خوبی بود، نکات بسیار با اهمیتی مطرح شد. امیدوارم همچنان همراه برنامه کودکان مقدمند شما رو داشته باشیم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید برای شرکت در این گفتگو. ممنونم از شما، وقتتون هم بخیر. زنده به امید منلغ به کار کودک و تموم شدن این ویروس مرگبار در جامعه. ممنون از شما. عزیزانم، گفتگوی ما رو با بهنام ابراهیم‌زاده از فعالین سرشناس دفاع از حق کودکان شنیدید. چند نکته اساسی هست در همین چند دقیقه باقی مونده از برنامه به اونها اشاره کنم و تأکید کنم. یک، موضوع فعالیت در محلات است. همونطور که مشاهده کردید، جمهوری اسلامی شونه بالا انداخت و در مقابل آن چیزی که جامعه رو چنین مورد تهدید قرار میداد، لاابالیگری آمدانه ای انجام داد. کارش مثل همیشه انکار، دروغ، انکار، دروغ. این روندی است که سالهای سال انجام داده و مردم میشناسن جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کشور، به عنوان یک نیروی که یک کشور رو اشغال کرده میبینن و به همین خاطر که در این گفتگو هم به اون اشاره شد، مردم دارن خودشون دست به کار میشن. و این یک نقطه مهم اتکای ما فعالین دفاع از حق کودک است. خودمون باید آستین بالا بزنیم
و اداره کشور رو به دست بگیریم. هجوم جمهوری اسلامی به جامعه رو همینطور باید پاسخ داد. قطعا ویروس کرونا در جهان یک فاجعه است و در ایران به طریق اولا فاجعه بسیار دردناکیه، اما این فاجعه رو باید تبدیل کرد به یک فرصت، فرصت برای مقابله با جمهوری اسلامی و خلاص شدن از شر کرونای حکومت اسلامی. در این رابطه بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد، اما این نقطه رو باید تأکید کرد، از این فرصت برای اداره جامعه باید استفاده کرد. شورای محلات، تشکل‌های محلات، همه اینها روی میز کار ما فعالین اجتماعی، نهادها، NGO هاست و باید این رو به یک فرصت ویژه تبدیل کنیم. بهترین ها رو براتون آرزو می کنم. این شماره تلفن ماست. همین حالا ما در دسترس شما هستیم برای شنیدن نکات شما، تجربیاتتون و ارسال خبر و گزارش به همین شماره تلفن از طریق تلگرام، واتساپ، وایبر و دیگر مسنجرها. روز و روزگار به شما خوش. تا برنامه دیگه.